که این دندان پزشک دیجیتال به زودی جایگزین میشه چی؟ در تمام اون بحث های قدیمی، اون دکتری که هنوز داره زینک فسفات رو مخلوط میکنه و پلیکربوکسیلات رو مخلوط میکنه، اون مریضای قدیمی خودشو داره، اون مریضای خاص خودشو داره، ولی مریض جدید خدمت شما رسید که ولی مریض جدید هیچ وقت چی نمیاد دیگه از این سیستم استفاده بکنه و بشه اون دیگه نخواهد رفت. پس بنابراین حالا پس چی شد؟ با زحمت و درس خوندن و مقاله خوندن و برم مطب رفیقم نگاه کنم و اینا میتونم خودمو برسونم؟ یه راه اینه که نه، بیام با تکنولوژی جدید میتونم هزینه بکنم، بیام اینا رو تهیه کنم بخرم خودمو برسونم. خب پس بنابراین راه سومی که اون راه سنتیه ترادیشناله کم کم حذف خواهد شد و اون دندانپزشک قدیمی که اون مریضای قدیمی رو داره، یعنی دندانپزشک که 60 ساله است که مریضای 50 ساله داره، خب ولی دندانپزشک جوان دیگه نمیتونه این مریضا رو جذب بکنه، چون این مریضا که جذب اون آدمه شما مریضای خاص خودتو پیدا کنی. پس بنابراین تعداد زیاد دندانپزشکان که الان زمانی که ما وارد دانشگاه شدیم کل ظرفیت پذیرش دانشگاه حدود 300 خورده ای نفر بود، ولی الان خدمت شما هست بعد که ظرفیت میدونید که حالا دانشجوی خارج کشور داخل کشور عدد و رقمایی دارن که اصلا آدم بعضا احساس میکنه اینا مثلا واقعی نیست، مثلا میگه 18000 نفر 24000 نفر خارج کشور درس خوندن که اینا میخوان بیان داخل کشور. خیلی خوب، پس آیا ما نگران باشیم؟ نه، گفتیم که آقای 400000 نفر هم باشن به جای 40000 نفر، شما اگه شاخص بودی، شما کاربلد بودی، شما دکتر گفتیم زیاد داریم، ولی دکتری که کار بلد باشه آیا زیاد داریم؟ نه. شما الان خودت میخوای بری پیش برای یه کاری، میخوای بری یه کار دندانپزشکی، میبینی که 4 تا گزینه میاد تو ذهنت، دو تاش خط میخوره، باز بین اون دو تا میگی برم میشه فلانی. خب پس بنابراین شما اگر زحمت کشیدی شاخص شدی، 100 سال دیگه هم بچه شما شاخصه که درس خونده، راه و رسم این راهو پیدا کرده، بدون با زحمت و تلاش خودش به این جایگاه رسیده، نه با رانت و با شرایط ویژه‌ای که ممکنه براش ایجاد شده باشه. خب اما کمبود بیمار، چرا یه مطبی زیاد مریض داره و دیگری کم؟ من در هفته گذشته که با دانشجوی عزیز آندرگراجویت کلاس داشتم و طبق روال همیشه سوالای امتحان و پای تخته می‌نویسم براشون، یکی از سوالایی که نوشتم براشون همین بود که آقا چرا همچین چیزیه؟ چرا همچین اتفاقی میفته؟ ما یه مشکل داریم، دیلی فکر کنم بخاطر اینترنته که من اسلاید عوض میکنم شما نمیبینید. من الان عوض کردم این بحث کم بوده بیمار رو، نمیدونم اومد یا نه. اومد این اسلاید کم بوده بیمار؟ خیلی خب متشکرم. خدمت شما عرض کنم که بریم ادامه بدیم. خب من گفتم این جواب این سوالو من همچین سوالو می نویسم، سوال امتحان و جوابم می نویسم پای تخته. چرا؟ چون فلسفهش اینه که آقا من رفتم دانشگاه، صبح کله سر از خواب بیدار شدم، اونا رو از خواب بیدار کردم، پاشدم رفتم دانشگاه که به اونها یه چیزی یاد بدم دیگه. بهشون میگم آقا این سوالای امتحان رو، حالا من مبحثم ترمیم دندانای رود کانال شده بود که دقیقاً یه فیلمی هم تو مطب گرفتم که حالا تو هم اینستاگرام هم گذاشتم خدمت شما شد که برای نمایندهشون هم فرستادم، گفتم آقا تو اینو بگی بذار داخل کانال کلاستون که آنچه که من تئوری گفتم بچه‌ها عملیش هم ببینن. خیلی خوب، اما یه سوال آخر نوشتم که خب چرا این مطب مریضی زیادی که کمه؟ جوابش هم نوشتم، چون ببینید یه واقعیت اینه که شما اگر تخصص داشته باشی، تخصص شرط لازمه ولی کافی نیست. خب و شاید درست‌تر این بالعکس باشه، یعنی اینجوری بگم اخلاق و شخصیت و منش خوب شما شرط لازمه، کافی ولی نیست، کافیش میشه اون تخصص. شما اگه آدم خوب و با شخصیت و مهربان و مؤدبی باشی بیمار میاد، ولی اگه کارت خوب انجام ندی کم کم میبینی که سرد میشه و مطبت خلوت میشه، ولی اون شرط لازمه که اون شأن و اون معرفت و اون حس قلبی که به اون بیمارت داری که چقدر صادقانه دوست داری کارشو خدمت شما رسوند که خوب انجام بدی، اینو همه آدمو میگیرن میفهمن. من تو کلاس برای دانشجوی عزیزم عرض کردم
که آقا یه بیماری، من دانشجو اندرگرجویت بودم، یه خانومی اومدم خیلی نگرانه و خیلی ترسیده، بهش دیدم که بهش یه جمله گفتم، گفتم ببینید شما اصلا این مادر خود من هستید، من هر کاری که بر مادر خودم بکنم بر شما هم کارو میکنم. اصلا واقعا ببینید این آب رو آتیش بود. این خانم دیگه واقعا چون علاوه سنی جای مادر من بود دیگه آروم نشست. من به اون دانشجو اندرگرجویت تمام کارا رو خیلی خوب و دقیق بهش انجام دادم و مرخص شد. یعنی آدما تو هر شغلی اول بر خود شما میان. یعنی ببینه یه آدم خوب باحال خوش اخلاق مثلا درکش میکنه، حس خوب بهش داره، حسی که شما بهشون میدید اونا رو جذب میکنه. یه دکتری که ببینید بد اخلاق، نمیدونم یه جویی با بیمارش از بالا به پایین صحبت میکنه، میام شاید بیمار مجبور باشه، این دکتر خیلی خاص باشه، مثلا سرطان باشه بره پیشش، ولی برای دندانپزشکی نمیره پیشش. من به کرات از نزدیکان خودم شنیدم که آقا این دکتری که مثلا پزشکی که رفتم پیشش انقدر مثلا بد اخلاق بود و بی حوصله جواب میداد، من دیگه دوست ندارم برم پیش این. خب پس شرط لازم، من وگرنه الان همکارای عمومی زیادی میشستم که مطبعشون خیلی شلوغه. چرا؟ چون مردم داری، اخلاق، ادب. بیمار میاد میگه آقا من الان هزینه‌مو نمیتونم بدم، میگه اشکال نداره برید هر وقت داشتید میدید، یا مثلا باشه اشکال نداره همین مقدار کافیه، برید سر وقت خودش بدید، هر وقت خودتون اذیت نبودید بدید. و به قلبش این حرفا رو میزنه ها، یعنی خودشو میذاره جای اون آدم، میگه بابا این کارمند دیگه بیچاره دیگه به چه حقوق میگیره؟ 12 تا حقوق میگیره، حالا 2 تومنشو ورده داده به من، 3 تومنشو داده به من، یه چهارمشو داده به من. خیلی خب دیگه حالا بعدم میاره یا داره میده یا نداره نمیده دیگه، اونم این برادر خودمه، این خواهر خودمه. اگر دیدت این بود، اون وقت شما اگه ببینید همیشه مریض دارید یا ندارید، یعنی همواره مطب شما مریض داره. حالا اگه رفتی تخصص گرفتی اون وقت میتونی شارژ تخصصی رو بگیری، حالا اگه عمومی هم بود که شارژ عمومی رو میگیری که هیچ اشکالی هم نداره.